دو تا بسیجی با هم قرار بود که شب برن و یک عملیاتی رو انجام بدند. این بسیجی ها در طول این 3 ماه مرتب در حال فعالیت بودند. اونها قرار بود امشب باز مثل شبهای قبل یک جنازه رو در جایی سربنیست کنند. جنازه رو از ماشین پایین آوردند و هنهن کنان اون رو به سوی محل مورد نظر بردند. در را با هم بحثشون شده بود که آخه این چه کاریه، با هر شب باید یکی دو تا جسد رو در جاهای مختلف شهر پنهون کنیم. امشب رو بسیجی خیلی داغون بود و خیلی غرغر میکرد. رسیدن کنار یک رودخونه که قرار بود اون رو در رودخونه بندازن. با هم بحثشون شد، اون یکی گفت بندازیم داخل آب یا بندازیم همین کنار. یکیش گفت بندازیم داخل آب بهتر، فردا جسدش رو آب میاره جلوی برکه. دیگری گفت نه همینجا ولش کن بریم، آخه چه کاریه، دختر بیچاره مردم رو کشتیم، سربنیست کردیم، حالا آوردیم جسد رو بندازیم اینجا. خلاصه بگو مگو کردن و جسد رو انداختن کنار رودخونه. اون یکی ناراحت شد و گفت خیلی کارهای بدی داریم میکنیم، من فکر میکنم عوض این که خدا ما رو در اون دنیا به بهشت ببره مورد تقاص قرار میده. اون یکی گفت زر نزن دیگه، بریم، دیر شده باید بریم. اولی ادامه داد اما من دیگه بریدم، من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، من باید فردا به حاجی بگم که من دیگه نمیام، من دیگه از این کارا نمی کنم. ما هی آدم می کشیم و جسداشون رو این ور اون ور می دازیم، فردا می را فرار می کنن. رفیقش گفت خفه شو دیگه، زهر نزن، بریم ببینم. فرداش خبرگزاری ها اعلام کردند جسد یک دختر 17 ساله در کنار رودخانه کارون پیدا شده.